همراه میشیم با آقای حسنیا و در همین رابطه باشون صحبت میکنیم. آقای آرش حسنیا عذرخواهی میکنم، بعد از اون های بگیر و ببند دوباره اخبار ضد و نقیضی منتشر شده از احتمال بازگشت ارز 4200 تومانی به اقتصاد تحت بحران ایران. چه اطلاعاتی داریم؟ ببینید، تصویر کلانی که از این تحولات و به گفته شما این اخبار ضد و نقیض پیش روی جامعه و به طور ویژه پیش روی فعالان اقتصادی گشوده میشه اینه که دولت در حین اجرای یک برنامه و در حین به تعبیر خودشون انجام یک جراحی اقتصادی در حال سعی آزمون و خطاست و اون نگرانی اولیه که صحبت بر سر این بود که دولت ابعاد تصمیم گیری های خودش رو نمیدونه و نمیشناسه و همینطور درباره آینده و تبعات این تصمیمات آگاهی نداره ثابت میشه. اتفاقی که قرار هست رقم بخوره و دولت به دنبال اون هست اینه که افزایش شدید هزینه های واردات رو که از محل تغییر نرخ ارز مبنای محاسباتی از 4200 تومان به نرخ ارز سامانه معاملات الکترونیک ETS تغییر پیدا کرده بر اساس قانون بودجه که حدود 6 یا 7 برابر شدن این نرخ است، این رو تغییر بده. تا پیش از این و بر اساس لایحه‌ای که لایحه دو فوریتی که برای دومین بار به این منظور تهیه شده، صحبت بر سر کاهش نرخ سود بود، نرخ عوارض حقوق ورودی از 4% به 1% که این تعدیل انجام بشه. روز گذشته دو گفتگو، یکی گفتگوی اختصاصی آقای خاندوزی با خبرگزاری تسنیم و یک گفتگوی آقای محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی منتشر شد که این دو نفر به جای تغییر این نرخ صحبت از تغییر قیمت مبنای محاسباتی میکردن، یعنی از ETS بازگشت به 4200 تومان، که البته امروز وزارت اقتصاد این رو تکذیب کرده و گفته که کماکان همون قصر رو دولت داره، یعنی بنابراین هست که حقوق ورودی گمرکی رو از 4% به 1% برای کالاهای که مورد نیاز تولید هستن، مواد اولیه، تجهیزات، کالاهای واسطه‌ای تغییر بده تا از این مسیر تورم بیشتری بر اقتصاد ایران تحمیل نشه. این همون وعده ای است که آقای رئیسی در آخرین گفتگوی تلویزیونی خودش داده بود که برخی از تصمیمات تورمزا به سال دیگر موکول میشه. نکته مهم این هست که همین تغییر یا همین اصلاح قانون بودجه 28 هزار میلیارد تومان درآمد دولت رو کاهش میده و دولت میبایست در لایحه‌ای که به مجلس تقدیم میکنه، در این لایحه دو فوریتی مشخص بکنه که این 28 هزار میلیارد تومان از چه محلی تامین خواهد شد و جبران خواهد شد. اگر نه، در واقع این به مفهوم کسری بودجه شدیدتر دولت هست که خودش ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران محسوب میشه. سپاسگزارم از همراهی شما آرش حسنی، روزنامه‌نگار اقتصادی که از پراگ با ما بودید.